ما در ایران دوران قاجار سه دوره اصلاحات داریم که هر سه دوره هم شکست میخورند در این ویدیو میخوام در مورد این دوره ها و دلایل شکست اونها صحبت کنم سلام به دوستان عزیزم من صابر صادقی هستم و شما کانال یوتیوبی خرمگس رو نگاه میکنید اگر به موضوعات اجتماعی و تاریخی علاقه دارید حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه نوتیفیکیشن رو روی آل قرار بدید اما این سه دوره اصلاحاتی که ازش حرف میزنن کدوم ها هستند دوره اول با اصلاحات عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز شروع میشه که با قطع رگ امیر کبیر در حمام فین هم متوقف میشه دوره دوم اصلاحات خود ناصرالدین شاه که با قهدی سال 1278 قمری برابر با 1861 میلادی ناموفق به اتمام میرسه دوره سوم هم به سرکردگی میرزا حسین خان مشیر و دوله در دوره دو ساله و در ادامه منطقی اصلاحات امیر کبیر شروع میشه که این هم بعد از دو سال ناموفق خاتمه پیدا میکنه هر سه دوره به صورت کامل شکست میخورند این اصلاحات نه از نظر عمق نه حتی از نظر تداوم موفق نبودند تنها اگر بخوایم یک مقایسه بهتری داشته باشیم با اصلاحات همزمان با اون در عثمانی میبینیم که اصلاحات عثمانی که به تنظیمات معروف بوده از سال 1839 شروع میشه و با تنظیم قانون اساسی اول در سال 1876 به پایان میرسه در اصلاحات عثمانی نهادها همه نوسازی میشن دستگاه های دولتی و اجتماعی نوسازی میشه اعطای حق اجتماعی به مردم داده میشه آزادی های مدنی به مردم داده میشه تا حدودی نسبت به زمان با حرکت های ناسیونالیستی و هویت طلبانه مقابله میشه اگر بخوایم نتیجه اصلاحات عثمانی رو به ترتیب لیست بکنیم به این موارد میرسیم قوانین مدنی در سال 1840 تصویب میشه ارتش و نظام سربازگیری منظم و مالیات ارتش سازماندهی میشه خدمت سربازی عمومی تصویب میشه مشخص میشه این مربوط به سال 1844 و بین 1843 در واقع تا 1844 دو سومین کاری که انجام میدن اینه که در سال 1844 اولین شناسنامه ها به شهروندان عثمانی اعطا میشه اولین دانشگاه مدرن به نام دارالفنون در سال 1848 تأسیس میشه قانون تجارت و بازرگانی رو داریم در سال 1850 اولین دادگاه ها به سبک اروپایی داریم در سال 1853 بانک مرکزی عثمانی در سال 1856 تأسیس میشه اینها تعدادی از دهها مورد اصلاحی هستن که خب هم عمق بیشتری داشتن هم ثبات بیشتری داشتن در آنجا هم نهاد سنتی مخالف اصلاحات بود اما نهاد حکومتی انقدر متمرکز بود و انقدر قدرتمند بود که تا حدودی اون اصلاحات عملی بشه با وجود این اصلاحات حکومت عثمانی نتونست در مقابل موج جدید نوگرایی ادامه پیدا بکنه و خب نظامی کهن بود که به مرد بیمار اروپا معروف شده بود همه منتظر احتضارش بودند تا نعش اون رو بین خودشون تقسیم کنن همونطور که شد در ایران اما این شلیک که توبخانه های روس بود که خواب و از چشم ایرانیان برد ما با واقعیت عقب مندگی شدید ایران در مقابل اروپایی ها روبرو شدیم عباس میرزا مثل گنگ خواب دیده ای در سرزمین سراسر کر ایران میخواست اصلاحات رو از دارالسلطنه تبریز شروع بکنه قبلا در مورد جنگ ایران و روس و تأثیری که روی آگاهی ایرانیان بازی کرد ویدئویی درست کردم لینک اون رو تو دیسکریپشن میذارم اهمیت اصلاحات عباس میرزا انقدر زیاده که سه جواد تبا تبایی در کتاب خودش اون رو با عنوان مکتب تبریز میخونه تبریز از چند جهت در گسترش اندیشه ترقی و توسعه در ایران مهمه اول اینکه از زمان فتلی شاه دارالسلطنه بوده ولیعت قاجار حاکم اونجا بوده دوم اینکه آذربایجان از نظر جغرافیایی در همسایه دو دولت قرار داشته عثمانی و روسیه به این ترتیب اندیشه های نو به اونجا سریعتر می رسیده سوم اینکه آذربایجان در جنگ های ایران و روس در خط مقدم جبهه بوده که در سرنوشت آتی مملکت ایران خب تاثیر گذاره جنگ با روسیه و بررسی علل ناکامی ایران در این جنگ و چگونگی خارج شدن از اون به صورت ریشه ای اولین تعلمات عباس است که میخواست یک درکی از وضعیت پیدا بکنه از وضعیتی که ایران به اون دوچار شده بود بدون اقراق عباس میرزا نخستین کسی بود که این وضعیت بغرنج رو فهمید این رو هم باید عرض کنم که اصلاحات نظام جدید در دستگاه های دولتی در ولایت آذربایجان پیش است دوران جنگ های ایران و روس آغاز شده بود منتها جنگ با روسیه شتاب بیشتری به اصلاحات میده همونطور که گفته شد در این زمینه خب نقش و جایگاه عباس میرزا با و سلطنه میرزا ایسا قائم مقام پدر میرزا عبال قاسم قائم مقام فراهنی و خب تعداد دیگر از دیوان سالاران دارال سلطنه تبریز مهمه و اساسیه حالا این اصلاحات عباس میرزا چی بود؟ دستگاه دولتی آذربایجان برخلاف دستگاه دولتی کهن و سنتی پایتخت در تهران چون حکومت نداشت چون سنت حکومت نداشت خیلی راحت تونست روش جدید رو بپذیره تنظیمات جدیدی برای اداره امور لشکری و اداره دولت به وجود اومد اماکن و ساختمان های جدیدی به سبک اروپایی در آذربایجان بنا شد مراکز نظامی و پادگان های مستحکمی احداث شد خیابانهای جدیدی مثل شهرهای اروپایی در تبریز و شهرهای دیگه مهم آذربایجان به وجود اومد قوانین مالیاتی به شکل صحیح تنظیم شد اداره زمین ها خالص جات با به کار گرفتن روش های جدید کاشت و داشت و برداشت و آبیاری رو گرفت گفتنیه خالص جات به معنی دهات و مرات و عراضی است که به دولت تعلق داره ماموران دولتی اون رو اداره میکنن سیستمیه که از زمان نادرشاه افشار و در این دوره سنتی قاجار و زندیه و افشاریه در ایران مرسوم شد یکی از مهمترین اصلاحات دستگاه های دولتی آذربایجان الغای رسمی بود به نام مقاطعه مقاطعه گذاشتن درآمدهای مالیاتی به مقاطعه گذاشتن درآمدهای مالیاتی از رسوم حکومت های ایلیاتیه ماموران لشکری و کشوری سرداران جنگی در ازای خدماتی که به حکومت میدند کار وصول درآمدهای مالیاتی رو در اختیار میگیرند این روش به بیعدالتی و ظلم منجر میشه نهایت هم خب باعث عدم تمرکز از قدرت مرکزی میشه و قدرت گرفتن نظام های ایلیاتی دستگاه دولتی آذربایجان روش جدید مملکتداری رو در پیش گرفت و میخواست از اون نظام هایی و ایلیاتی در ادامه کشور جدا بشه فاصله بگیره با خوندن این اصلاحات در ذهن من دو موضوع جرقه میزنه اول اینکه نیاز ایران به تمرکز گرایی برای اجرای اصلاحات در آن دوره مهم بوده اصلاحات تنها در صورتی موفق میشده که دولتی متمرکز و قدرتمند می داشتیم اصلاحات باید یک پشوانه قدرتمندی می داشت به همین دلیل که همه روشنفکران دوره رضا به این تمرکز گرایی اصرار کردند و اهمیت این تمرکز از دوره عباس میرزا مشخص بود موضوع دوم مشکل نظام ایلیاتی در ایرانه که منجر به ظلم و بیعدالتی می شد این نظام ایلیاتی هم خب چیزی که عباس میرزا روی روی اون قرار میگیره ایلات و حکومت مرکزی همیشه به همدیگه نیازمند بودن در طول تاریخ ایران ایلات و اشایر نیروی نظامی رو در اختیار دولت قرار میدادن در عوض دولت مرکزی هم به اونها چراگاه میداد به اونها زمین های مناسب رو میداد گام اساسی بعدی که عباس میرزا برمیداره اعزام دانشجویه برای اولین بار در تاریخ ایران پنج دانشجو در حوزه های نقاشی، پزشکی، شیمی، ساخت توپ و علوم میرن بریتانیا پس از چند سال با ورود اونها دوباره به کشور اولین مؤسسات صنعتی و تولیدی در ایران تأسیس میشه کارخانه پارچه بافی در آن دوره تأسیس میشه اولین کتاب ها در اون دوره ترجمه میشه البته این کتاب ها در اون زمان بیشتر به مسائل نظامی ارجاع داشتند تعدادی دانشجو هم با هدف تحصیل در زمینه ساخت قلعه به فرانسه میرند جالبه بدونید اصلاحات نظامی عباس میرزاد در اون زمان هم با مخالفت سنتگرایان مواجه میشه که اون رو شرک و گناه میدونند برای همینه که عباس میرزا ابتدا آموزش های خودش رو در مورد سپاهیان جدید اونایی که تازه استخدام شده بودن اعمال میکنه در جلسات آموزشی بعدی خب به یک خلوتی میره و جمعهایی با حضور 20 نفره تشکیل میده و آموزش ها رو به اونها انتقال میده اینکه عباس میرزا میرزا عیساقی مقام رو در کنار خودش داره و دست به اصلاحات میزنه از روی شانس و خوش اقبالی نیست خاندان فراهانی خب سابقه ای انجام اصلاحات دیوانی رو در دوران زندیه داشتند که اونجا هم خب به شکست منتهی شد لازمه انجام اصلاحات خب حکومت مرکزی بود که عباس میرزا اون رو در اختیار داشت پسر میرزا ایسا میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که بعدا صدر اعظم میشه و نخستین شهید اصلاحات در دارالسلطنه تبریز هم حضور داره سمت پیشگاری شاهزاده رو داره سمت پیشگاری عباس میرزا رو داره یعنی در جریان جنگ های ایران و روس به صورت کامل قرار میگیره روایتی در مورد قائم مقام هست که ذهن روشن و آگاهی او رو کاملا نشون میده در سال 1225 فتلی شاه به آذربایجان میره و مجلس از رجال و اعیان تشکیل میده روحانیون هستند سرداران و سران ایلات هستند اشایر هستند سران اشایر هستند اونجا میخوان تصمیم بگیرن که آیا با روزها باید صلح بکنن یا جنگ رو باید ادامه بدن یک شورای مشورتی بوده در این مجلس تقریبا همه به اتفاق میگن که جنگ باید ادامه پیدا بکنه اما قائم مقام بر خلاف عقیده همه با مقایسه نیروی مالی و نظامی طرفین میگه که ناچار باید با روزها از در صلح در اومد با اونها صلح کرد امروز میتونیم که حق با قائم مقام بود اما بعد از این اظهار نظر خب مجلس هم همه میشه و ادهی به قائم مقام اتهام میزنن که با روزها روابط پنهانی داره بعد از شکست دوباره ایران خب از قائم مقام دلجویی میشه و دوباره سمت میگیره حتی اهدنامه ترکمنچای به خط قائم مقام فراهانی قائم مقام بعد از جنگ به مدت یک سال بین سالهای 1213 تا 1214 خورشیدی وزیر محمدشاه قاجاره در همین یک ساله که خب یک فشارهایی برای داشتن توازن بین وادرات و صادرات گمرکی داره این رویه قای مقام باعث تنفر روس ها و انگلیس ها میشه که در نهایت بر اثر توطعه که بین سفیر انگلیس برخی درباریان این ایران مثل حاج میرزا آقاسی میرزا ابوالحسن خان ایلچی برقرار میشه در باغ نگارستان قای مقام به قتل میرسه باغ نگارستان رو هم که میدونین کجاست باقی الان در ضلع شمالی میدان بهارستان این اصلاحات توسط میرزا تقییخان فراهانی امیر کبیر ادامه پیدا میکنه امیر کبیر اولین صدر اعظم ناصر الدین شاست سی و نه ماه دوران صدارت داره میتونیم بگیم که اصلاحاتی که امیر کبیر برقرار میکنه عمق بیشتری داره اصلاحات به این ترتیب ایجاد مدرسه دار و فنون، انتشار روزنامه وقای الاتفاقیه، حذف القاب و عناوین، اصلاحات اجتماعی مثل برداشتن رسم قمه کشی و لوتیگری، ایجاد قراولخانه، توجه به تولید و آبادانی کشور، مبارزه با شکنجه، باید در مورد شکنجه یک ویدیو درست بکنم. شکنجه هایی در دوران قاجار، اصلا دوران سنتی ایران باب بوده. این سکنجه ها بیشترشون در دوران ناصر برمیافته. اگر موافق هستید حتما برای من در کامنت ها بنویسین و لایک کنید تا من اون رو در برنامه بذارم اصلاحات بعدی اصلاحات نظامیه و همچنین اصلاحات مذهبی مبارزه با سنت بست منع قم زنی و اصلاح امور روزخانیه شاید مهمتر همه اصلاحاتی در زمینه وضع مالیه کشور انجام میشه به این صورت که رشوه ممنوع میشه در یافتهای بی حساب کتاب قطع میشه و نظام مالیاتی کشور سر و سامان پیدا میکنه نتیجه این اصلاحات مالی چیه؟ قبل از دوران امیر کبیر ما کسری یک میلیون تومانی داریم اون زمان خب زیاد بوده این کسری مربوط به دوران حاجی میرزا آقاسیه دوران امیر کاملا شرایط بر میکرده. حتی ما مازاد بودجه پیدا میکنیم مسلمه با این اصلاحات با قطع این دریافتی ها در باریان خب امیر کبیر رو هم تحمل نمی کنند و آنجان که میدانید از صدارت بر کنار میشه مثل قایم مقام به قتل میرسه دوره دوم اصلاحات مربوط به خود ناصرالدین شاهه بیشتر ما وقتی صحبت از ناصرالدین شاه میشه شاهی خوشگو زرون رو میبینیم با حرم سرای بزرگ که از خودش نقاشی میکنه از زنان حرم سرا عکس میگیره اما خیلی از کارهای نوین برای اولین بار توسط و به اراده خود ناصرالدین شاه انجام شد ناصرالدین شاه اولین شاه ایرانی که به اروپا سفر میکنه سه بار تحت تاثیر توسعه اروپا هم خب اصلاحاتی رو انجام میده برای اولین بار در زمان ناصرالدین شاه که هیئت دولت با نام شورای دولت تشکیل میشه البته خیلی فرمالیت است علاوه بر شورای دولت ناصرالدین شاه شورای مشورتی تشکیل میده عنوانش هم هست مجلس مسلحت خانه یا مجلس مشورت این هم بسیار فرمالیت است عدلیه در زمان ناصرالدین شاه تاسیس میشه چرا که ناصرالدین شاه میخواست که از میزان نفوذ روحانیون و مشتهدین در امر قضا کم کنه بله صدر اعظم هایی هستند که این رو امکان پذیر میکنن همراه میشن ولی این رو توجه داشته باشید دو نفر از مسلحان اجتماعی و سیاسی اون دوران یعنی مشیر و دوله و امیر کبیر، هر دو در زمان ناصر شاه صدر اعظم میشن بعد از قتل امیرکبیر خب اطرافیان درباریان دیوانیان اصرار میکردن که کار دارالفنون باید متوقف میشه ولی ناصرالدین شاه خودش داروفنون رو ادامه میده با اصرار خود ناصرالدین شاه داروفنون کارش ادامه پیدا میکنه حتی ناصرالدین شاه نهاد آموزشی که اون زمان تازه شروع به کار کرده بود حسن رشدیه تأسیس کرده بود اولین مدارس در تبریز تأسیس شده بودن حسن رشدی رو, رو تشویق هم میکنه در مورد حسن رشدیه هم و تلاشی که برای ایجاد نهاد آموزشی در ایران کردم من باید ویدئوی حتما بسازم اولین بانک ایرانی با عنوان بانک شاهنشاهی هم در زمان ناصرالدین شاه تاسیس میشه نخستین اسکناس های ایرانی هم مربوط به همان بانکه، بانک شاهنشاهی ایران برخی تغییرات فرهنگی مثل نقاشی نوین، اومدن عکاسی، چاپ روزنامه تازه که هوایی نوگرایی رو به ایران میرسونن، مسافرت بیشتر ایرانی ها به دو اروپا برای دیدن نتایج توسعه اولین موج روشنفکری ایران که به انقلاب مشروطه منتهی میشه همه مربوط به دوران ناصریه با این حال باید بگم که شاه در اصلاحاتش سست بود یک تلاش های ناصر شاه برای حفظ اقتدار روبه کاهش خودش داشت که با زور هم اون سیاست ها اعمال میشد یعنی در واقع متوسل میشد به اون زور و خشونت که با خواست اصلاحات کاملا تضاد داره شاه مجلس مستدخانه رو چون که استقلال رأی نشون داده بود تدریجا کنار میزنه و تصمیمات این مجلس خب بلا اجرا میمونه شاه خودش رو اسیر قدرت ریشه دار محافظه کاران کرده بود مثلا قدرت و رغبت اون رو نداشت که یک نسل جوانتری رو در دستگاه دیوانی کشور جانشین کنه و خب نمیتونست به نیات واقعی اصلاح طلبان اعتماد بکنه و خواهیم دید که این دیوان سالاران قدیمی که موانع اصلی اصلاحات در دوران قاجار هستند سومین دوره اصلاحات مربوط به دوران میرزا حسین سپه سالار یا میرزا حسین قزمینی معروف به مشیر و است مشیر و کسیه که خب در استانبول سفیر ایرانه این دوران سفارت همزمان با دوره تنظیمات در عثمانی احتمالا ارتباط با انجمنهای مخفی عثمانی جوان هم که خب مشیر و دوله در اونا عضویت داشت به آگاهی و اطلاع و از قانون و آزادی خب کمک میکنه در سال 1249 1249 شمسی مصادف با 1870 میلادی ناصرالدین شاه یک سفری به عتبات میره برای زیارت خب در مسیر اوضاع پریشان مردم رو میبینه با ورودش به خاک عثمانی هم اصلاحات مدحت پاشا رو مشاهده میکنه مقایسه میکنه در این سفر میرزا حسین سپهسالار همراه شاهه در زمینه اصلاحات عثمانی اطلاعاتی به اون میده و بر لزوم انجام اصلاحات با شاه گفتگو میکنه شاه هم در پایان این سفر میرزا حسین خان سپهسالار رو با خودش به تهران میاره مشیر و دوله میشه وزیر عدلیه و اوقاف و وظایف و سال 1250 یک سال بعد از اون میشه صدر اعظم ناصرالدین شاه دو سال هم در این مقام میمونه اصلاحات مشیر و دوله ادامه اصلاحگری های عباس میرزا امیر کبیره قانونگذاری با هدف تغییر حکومت خودکامه فردی به حکومتی قانونمند خیلی مشتحلمه که درباریان و خانواده سلطنتی و با, با این خیلی مشکل پیدا میکنن دومین کارش کاهش قدرت حکام و حفظ حقوق رعیته اینجا هم خب مسلمه که دیوان سالاران باش به مشکل برخورد میکنند سومین کارش استخدام معلم از اتریشه برای ایجاد قشون منظم همچنین تأسیس مدرسه نظامی برای تربیت افسران عدلیه در زمان مشیر و دوله تأسیس میشه یک صندوق عرایزی تأسیس میشه تا مردم شکایت خودشون رو توی صندوق بریزند کارخانه های اسلحه سازی و مهمات جنگی تأسیس میشه پستخانه تأسیس میشه تمر پستی انتشار پیدا میکنه سبک نگارش در مکاتبات دولتی ساده میشه دارالفنونی فنونی که در زمان امیر کبیر تاسیس شده در دوران مشیر و دوله تقویت میشه خود مشیر و دوله مدارسی تاسیس میکنه مدرسه سپه سالار و مسجد سپه سالار در دوران اون تاسیس میشه موقوفه که الان با نام مدرسه عالی شهید متحری در میدان بهارستان رو میتونید ببینید روزنامه هایی در اون دوره انتشار پیدا میکنه روزنامه هایی مثل بقای عدلیه نظامی مریخ وطن حتی یک سالنامه هم منتشر میشه مشاورین و متخصصینی از اتریش برای اصلاح امور مالی و بهره برداری از معادن به ایران میاد برای اولین بار ما تاسیس زرابخانه داریم سکه جدید داریم البته اشتباهاتی هم داشته اشتباهات هرچی کتوکولوفی هم داشته بزرگ بار مثلا رواج کشت خشخاش در دوران او انجام شد یک امتیاز بدنامی هم به نام رویتر به انگلیسی ها میده همچنین یک فسادهای مالی هم داره اگر در مورد کشت خشخاش و تریا کنشکاوی دارید قبلا یک ویدیو در این زمینه درست کردم اون رو ببینید لینک اون رو در دیسکریپشن میذارم حالا این سوال این سوال اساسی باید در ذهن ما ایجاد بشه که چرا اصلاحات در ایران شکست میخوره وقتی استدلال های مخالفان داخلی اصلاحات رو در ایران بررسی میکنیم به سه گروه اصلی میرسیم سه گروه روحانیون، درباریان و دیوانسالاران بزرگترین مخالف هر گونه اصلاحاتی در دوران قاجار روحانیون بودند. روحانیون به دو دلیل عمده با اصلاحات مخالف بودند. یک مغایرت اقدامات اصلاحی با دینه و دو دیندار نبودن شخص مسلحه یا همراهانش مشتهدان مخصوصا با اصلاحات مشیر و دوله مخالف بودند. گرچه محدود کردن روحانیون در زمان اصلاحات امیرکبیر هم دیده شد نظام ای که برای دستگاه قضایی تدوین شد و به کاهش حق انتصاب مشتهدین در محاکم شرح رجوع داشت یا منع مجازات های بدنی و بریدن اعضای بدن موجب شد که قدرت روحانیون در اون دوره کاهش پیدا بکنه سفرهای شاه به اروپا هم به تشویق مشیر و دوله انجام شد این سفرها بسیار مورد نقد روحانیون قرار داشت البته تمام تمرکز اونها بر روی استدلالهای مذهبی نبود مثلا کنی یک مشتهد جامع شرایطی در اون زمان یک نامه ای به شاه میرسه اشارات مستقیمی به مشیر و دوله داره و از شاه میخواد که دست دشمنان دین و دولت رو از اداره حکومت کوتاه کنند در آن زمان سنتگرایان و در رأس اونها روحانیت از ورود فرهنگ غربی نگرانند استدلال های اونها هم بیشتر دینیه ولی لزوما تنها دینی نیست در نامه که کنی به شاه نوشته اون رو یک شاه اسلام پناه میخونه که باید جلوی آزادی رو بگیره آزادی هم از نظر او کلمه قبیهی است به ظاهر خوشنما و خوب است و در باطن سراپا نقص و عیوب در حالی که به نظر کنی اصر شریعت و ادیان یعنی خودداری بند و قیود برای اینکه از امور مناهی و محرمات جلوگیری بشه یا از تعرض به اموال و ناموس جلوگیری بشه کنی در جای دیگر از نامش به شاه یکی از دلایل مخالفتش رو با مشیر دوله قرارداد رویتر میدونه قرارداد رویتر همون امتیاز قانونیه که به مدت هفتاد سال حق انحصاری ایجاد راه آهن استخراج برخی معادن رو به یک کمپانی به نام رویتر دولت اعطا میکنه کنید تو نامه خودش با دست گذاشتن بر خطر از بین رفتن تمامیت ارزی و استقلال ایران به واسطه همین ارتباط مشیر دوله با خارجی ها و امتیاز رویتر یک بچ ملی هم به خودش میده در مقابل ما درباریان رو داریم که خب دلایل دیگری برای این مخالفت با اصلاحات دارند یکی از درباریان به نام بدایع نگار مشیر دوله رو متهم میکنه به شعبت بازی این شعبده اشاره به ای داره که مشرو دوله و ملکم خان برقرار کردن هدف این فراموشخانه البته انتقال افکار نوع به ذهن ایرانیان آن زمان با این دیدگاه خیلی از روشنفکران به فراموشخانه میپیوندند. در نامه های متعددی که زل و سلطان فرهاد میزا معتمد دو دوله و دیگران به شاه میدن اصل بر خطر افتادن کیان پادشاهه فرهاد میرزا خطاب به سپه سالار میگه که یک مرتبه در شش ماه بخواهید قواعد پنج هزار ساله ایران رو به هم بزنیم گویی فوق عادت و طاقت ما باشد زل و سلطان اقدامات سپه ساله رو تخریب کارهای دولت میدونه زل و سلطان در نامش به ناصر شاه سپه رو دشمن خودم خانوادم پدرم خانواده پدرم و خانواده سلطنت میدونه خب و برای حفظ پادشاهی لازمه که او کنار گذاشته بشه وگرنه یعنی خروج سلطنت از سیطره قاجارها مسلمه سومین گروه مخالفان هم که همون دیوان سالاران هستن دیوانیان که گفتیم همه مربوط به همون نسل کهن و قدیمی و بسید ناصر اصلا خودش هم نمیخواست دیوان سالاران جوان و معتقد به اصلاحات رو در دربار استخدام بکنه دیوان سالداران خب به دلایل دیگه مخالف سپه سالار و اصلاحات بودن کلا مثل این تفکرات خودخواهانه ای که ما داریم بعضا در ادارات که یکی یه دفعه میاد ترقی میگیره خب این قدیمی ها هم باش مواجه میشن دیگه اونجا هم این استدلال هایی که این دیوانیان میکنن از همین قسمه قدرت دیابی یک بار و ترقی مسلحان مخالف نظر این دیوان سالارانه اونا نسبت به محدود کردن قدرت مطلق شاه و دادن قدرت بیشتری به صدر ازم مشکل دارند اون رو مخالف طبع خودشون میدونن به صورت کلی توجیهات مخالفان اصلاحات دریان به این صورت کلی که من اینجا دسته بندی کردم مغایرت اقدامات اصلاحی با دین دیندار نبودن شخص مسلح یا همراهانش عدم پایبندی مسلح یا همراهانش به سنت نگرانی از ورود فرهنگ غربی به خطر افتادن کیان پادشاهی ناصرالدین شاه تلاش برای تغییر نظام پادشاهی رویه فردی و ویژگی رفتاری مسلح یا همراهانش اینا دلایل اصلی هستند در کنار آن خب توجیهات دیگه ای هم زمینه کار شده مثلا برهم خوردن امنیت داخلی گویی اون زمان خب خیلی امنیت وجود داشته کسی که میخواسته از تهران مثلا بره شیراز باید کشور دور میزده از راه عثمانی میرفته خلیج فارس و از جنوب میومده به شیراز اینقدر کشور ما اون زمان امن بوده توجیه دومشون وابستگی مسلح و همراهیش با خارجی های این هم از اون حرفای های چون که تقریبا تمام درباریان اون زمان به یکی وابسته بودن سبونی توجیه هم بی به جایگاه طبقاتی مخالف و تهدید منافع طبقاتی اون هاست. همچنین از بین رفتن تمامیت ارزی و مستعمر شدن ایران و وقتی که ما نقش ایران رو قبل و بعد از قاجاری میبینیم میبینیم که این تمامیت ارزی هیچ وقت زمانی که مسلحان بر سر کار نبودند تحصیل نشد این توجیه ها نیست با کمی تغییر ادبیات در دوران اخیر هم میتونیم به همین فرمایشات از جانب دین و سنتگرایان و تجدد ستیزان برسیم نظر خودتون رو با من در کامنت ها در میون بذارید سعی میکنم همه کامنت ها رو بخونم به همه پاسخ بدم حقیقتا بعضا نظر دوستان در کامنت ها هم بسیار آموزنده است و من یاد میگیرم قرار من اینه که روزانه یک ویدیو درست بکنم و در اختیار دوستان قرار بدم کار ساده ای نیست خیلی سخته خیلی از روزها نتونستم در این یک ماه اخیر دیدید اما لایک های شما و تشویق های شما به من کمک میکنه اگر موضوعی رو میخواهید که من در دستور کار قرار بدم حتما منو در جریان بگذارید چند بار پیش اومد که من دقیقا پیشنهاد دوستان رو ویدیو کردم زیاد ارزی نیست در پناه خرد باشید و مواظب خودتون باشید